صندوق بین پول 220 میلیون دلار را برای کوشش ها جهت مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان ادامه می کند. آیا این ارگان برنامه هایی را برای چگونگی مصرف این پول پیشنهاد کرده است یا خیر؟ ویروس کرونا صحت جهان را مختل ساخته و پیشرفت اقتصاد را به طور بی سابقه تنزیل داده است. ما تا اکنون تقاضای کمک به پینجا کشور را تصویب کرده ایم و پینجا تقاضای دیگر را داریم که باید روی آن کار کنیم. این ویروس باعث تراژدی جان باختن تعداد زیاد در جهان شده است. در کشورهای مانند افغانستان که این آزمون با جنگ مسلحانه هم راست برای کمک به مردم صندوق بین المللی پول از سه طریق این پروسه را تعقیب می کند. با شمول 20 کشور دیگر این صندوق به افغانستان فرصت داده است تا قرضه های خود را الا ماه اکتبر پرداخت نکند و ما امیدواریم تا بتوانیم آن را الا ماه اپریل سال 2022 تمدید کنیم علاوه بر آن ما بودجه معادل 220 میلیون دلار را برای افغانستان تصویب کرده ایم تا به شیوع ویروس کرونا رسیدگی شود و سوم اینکه ما با مقامات حکومت افغانستان روی پالیسی ها و ظرفیت سازی کار می کنیم تا از منابع مالی با شکل درست استفاده صورت گیرد. آیا صندوق بین المللی پول مکانیزمی را نیز دارد تا مطمئن شود که این پول به نیازمندان می رسد و آیا شما برنامه هایی را برای مصرف این پول به حکومت افغانستان توصیه کرده اید یا حکومت افغانستان خود روی چگونگی مصرف آن تصمیم می گیرد؟ So, maybe, me... کمک های جامعه جهانی به بهبود شفاخانه ها، ایجاد لابراتوارها برای آزمایش، ایجاد بخش های مخصوص ویروس کرونا در شفخانه ها و فراهم آوردن دیگر تجهیزات صحی و همچنان کوشش به دادن پول نقد و یا مواد غذایی به خانواده هایی که درآمد خود را از دست داده اند متمرکز است. در حال آزر، حکومت افغانستان به دلیل کمبود درآمد با تنزیل اقتصاد روبروست. این بودجه به حکومت قابلیت فراهم آوردن خدمات ابتدایی و پرداخت معاش کارمندان حکومتی با شمول کارمندان سکتور سیهی را می دهد و ما امیدواریم که این باعث اعتماد سازی گردد. صندوق بین المللی پول به سمت مبارزه با فساد اداری متحد است. ما با مقامات افغان روی این موضوع صحبت کرده ایم و آنان موافقه کرده اند که باید پروسه شفافیت و مسئولیت پذیری بهبود یابد و صندوق بین المللی پول تقاضا کرده که از این بودجه برای رسیدگی به امور مرتبط به شیوع ویروس کرونا استفاده صورت گیرد و حکومت افغانستان باید گزارش ها را به گونه روبوار در مورد چگونگی مصرف این بودجه نشر کند و همچنان پروسه مصرف آن نیز بررسی خواهد شد و بعدا تمام قراردادها و معلومات در مورد بنیادها و مؤسساتی که این پول را دریافت می کنند و صاحبان آن کمپنی ها که بودجه را دریافت داشتند نیز به نشر می رسد. Efforts to contain in <applause> کوشش ها برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان با آزمون تداوم جنگ و حملات طالبان همراست. این موضوع چه تاثیری را بر کوشش های صندوق بین پول در افغانستان از خود بر جای گذاشته است؟ yeah. صندوق بین المللی پول در تمویل مالی پروژه ها شامل نیست و به مناطق منزوی نمی روید. ما با حکومت کار می کنیم و حمایت ملی را برای برنامه ها فراهم می کنیم. برنامه های صندوق بین المللی پول برای افغانستان روی هدف کمک به مقامات جهت محفوظیت ثبات اقتصادی و تشویق همشمول بودن برنامه های آن صورت می گیرد. به طور مثال ما در ماه آگست سال گذشته یک برنامه نیم ساله را در افغانستان که روی اصلاحات مالی و بودجه سالانه بود ختم کردیم که در آن تدابیر برای مبارزه با فساد اداری و اصلاحات باعث بهبود پروژه بودجه شد و باعث بهبود ثبات مالی از طریق حمایت از سکتور بانکداری و اصلاحات آن شد و بالاخره این برنامه باعث تقویت بانک مرکزی شد بناا ما با ارگان ها نه بلکه با حکومت مرکزی در قبال این پروژه های مالی کار میکنیم توری که شما گفتید صندوق بین المللی پول مستقیما با حکومت افغانستان کار می کند. تنش سیاسی ناشی از اعلام نتایج انتخابات که در میان رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله جریان دارد چه تاثیری را روی صندوق بین المللی پول من حیث یک ایانه دهنده با افغانستان بر جا گذاشته است؟ تمام شخصیت های جهانی که در افغانستان شاملند با شمول صندوق بین المللی پول درک می که یک موافقه همه سیاسی به تقویت و بهبود امور و اقتصاد که باعث زدایش فقر خواهد شد کمک زیاد می کند. صندوق بین المللی پول امیدوار است که تمام جوانب در افغانستان روی صلح دوامدار و کار با یکدیگر موافقه کنند تا یک اقتصاد شکوفا را ایجاد کرده و میار زندگی را برای مردم خود ارتقا دهند